بود که مطبوخ هستید فرمان چین اخلاص آب به معتین به سیمخا برعکس میشه ادار. موقعی که ادار میاد شادی را زیاد میکنیم، اما موقعی که ماه آب میاد سختر میشه از 17 به تموز به بینب سریم و مسئله یک کمی بیشتر باید دقت بکنیم. فرمان که اگر که اسرائیلی با یک گویمی برنامه دادگاهی داره، برنامه را عقب بندازه، ایام ماه آب تا 15 اگه بتونیم بندازه تا آخر ماه آلول چه بهتر. ولی به هر حال فرمان دادگاهی رو چون مزال اسرائیل فرق میکنه، بنابراین نباید خودش رو و درد سر بینداتیم. اونطوری که میدونیم برای خرابی بیت المقدس دو تا بیت المقدس که ما از دست دادیم، بنابراین خودمون برای اینکه نگیم دیگران بودن این کار کردن، خیلی هستن که میگن خب جد ما 2000 سال تقریبا پیش اینها اومدن و خلاف کردن، برای همه درد سر ایجاد کردن، به ما چه؟ به ما نیست. تورگی مارای افشالمی فرماد کل دور شرونی منا بتمداش بیاما کهیلو نخرب بیاما. یعنی اگر ما رفتارمون درست بود بتمداش آباد میشه. پس ما هم هنوز تصحیح نکردیم خودمون، هنوز جامعه ما عقبه از این که تشوه بکنه، از این که از دست بکشه. اونطوری که مسبوق هستید داد میزنن، فریاد میزنن، خدا بیامرز. برای ودی یوسف فرماد ما اسرائیل ها داریم که شما اسرائیل بلد نیستن، حتی پارشای اولش هم بلد نیستن. این بچه ها در دست افرادی گرفتار هستن که اینا رو از دین و از آیین دور کردن. خب چطور ما انتظار داریم که ما شیعه بیاد به تمقداش آباد بشه اگه ما ارزش اون رو نمیدونیم؟ رافع صحیح میفرماد که اگر بگن که ما میخواییم به تمقداش بسازیم، هر کس پول بده، همه میریزن، همه پول میدن، اما با پول به تمقداش آباد نمیشه. پول لازم نیست. هشم خودش به تمقداش رو از شما این برامون ساختمون شده، مجهز شده، برامون میفرسته. چیزی که هست ما شایستگی باید نشون بدیم، ما لیاقت باید نشون بدیم، تو رفتارمون، تو اخلاقمون، تو کردارمون، تو گفتارمون باید تجدید نظر بکنیم. باید بدونیم که اون چیزی که الزامیه برای آبادانی به تمقداش، نه نهایتاً برای خاتمه دادن به دربدری ما، به گالوت ما، به اسارت ما، این که ما رو تعقیب میکنن، ما رو دشمنی میکنن، اون عاملی که باعث اینها میشه، ما باید حواسمون جمع باشه، اون رو پیش بگیریم. و همه اینها وابسته است به این که ما خودمون تشوبه بکنیم، هممون، نه یکی و دو تا، ده تا، بعد دیگران هم همینطور تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، خواهش بکنیم، تمنا بکنیم، به زبان بر، به زبان محبت هدایتشون بکنیم که به راه راست بیان، به راه درست بیان. اون موقع اتوماتیک به تمقداش آباد خواهد شد. بالاتر از همه عشم هم خودش ناراحته که شخینتا به گالوتا موقعی که فرزند در بدره، پدرم تو رنجه، تو مهنته، تو ناراحتیه، پدر آسمانی هم ما ناراحته. بنابراین این که ما رفتارمون، اخلاقمون باید تجدید نظر بکنیم و اون چیزی که باعث شده ما هم هنوز ادامه داریم بدیم. ما هم باعث میشیم، ما هم هستیم، نه این که بگیم اونا بودن ما نیستیم، ما هم کمتر از اونها نیستیم. هستن هزاران هزار نفر که هستن عطر و بوی یهودیت، اسمشون یهودیه، عطر و بوی یهودیت به مشام از اونها نمیرسه. این که باید رفتارمون درست باشه، فقط ما به شکوه و شکایت دهان باز نکنیم.
همونطوری که ارمیا میفرماد مایتون این آدم خواهی که ابر الحطاب میگه چرا شما که هوشیار هستید و زنده هستید شکوایی میکنید، شکایت میکنید، گلگی میکنید؟ چه گلگی دارید؟ ای گلگی دارید از خطاهاتونه، از رفتار خلافتونه، از نافرمانی هاست، پس باید از اونها دست بکشیم. همه اینها مصیبت ها خود ما آوردیم، باید خودمونم جبران بکنیم و ازش کمک بطلبیم که خودش کمکمون بکنه که راه درست رو انتخاب بکنیم و خداوند خوشحال کنیم و خلق خدا هم خوشنود بشن.